با سلام عرض عدب من دکتر محمد علی کاظمی هستم استودیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان های امیرعلم و امام امروز با تصویربرداری در بیماران بستری در آی سی یو در خدمتتون هستم هدف از این سشن اینه که ما دست آخر بتونیم در مورد ادم ریوی دیدگاه خوبی داشته باشیم تو بیماران بستری بتونیم تا یه حدی علل مختلفش رو از هم تا یه حدی افتراق بدیم به علل یک طرفه ببینیم باید با چه عنوانی فکر بکنیم ARDS رو بیشتر بشناسیم در مورد آسپیریشن نومونیا بیشتر بدونیم و دست آخر یه چند تا نکته راجع به تیوب ها و لاین هایی که برای مریض تعبیه شده تبیه میشه دیدگاه داشته باشیم تصویر اول یه چست رای نرمال نکته مهمی که ما به هیلوم ریه ها دقت بکنیم عروق هیلوم رو خوب ببینیم توی پارانشیم به نگاه میندازیم حالا اینجا انگلا کات شده و به هر حال همه بهتر از من و احتمالا تو عناوین قبلی در مورد ریه نرمال صحبت شده اولین کیس اونو که شروع می کنیم می بینیم یه بیماریه که در حقیقت یه سری خطوط نسبتا استریت و در حقیقت سپتالتیکنینگ در نماهی پریخیلار دو طرفه داره وقتی می که به خود ریه ها داخل میشیم میبینیم می بینیم توی پریفر ریه ها به خصوص نزدیک کستوفرینیک انگل یه سری خطوطی هستند که اینا عمود میشن به دیواره توراکس در حقیقت این خطوط که اصولا دو, دو سه سانت گاهی میشن یک تا سه سانت میانگین حدودا یه دو سانت هستن بهشون میگیم خطوط کرلی بی خطوطی که از سنترال کشیده میشن بیشتر سمت هیلومن بلندترن به اونا میگیم کرلی ای و طور که میبینید توی این بیمار مینور هم، تیکنینگش افزایش یافته است و اونو خیلی بهتر از حالت معمول میبینیم وقتی این یافته ها رو ما داریم خب تشخیص اولی که بهش فکر میکنیم ادمری است البته همه بهتر از من میدونین یه تشخیص های مثل سارکویدوز <applause> <applause> بیشتر السی و گاهی هم سارکویدوز تشخیص فراغیمون هستن ولی خب اگه نودولار نباشه سیمپل باشه لاینامون بیشتر به ادم ریه فکر میکنیم وقتی همین بیمار رو میایم سیتیش رو کنترل میکنیم میایم دقیقا میبینیم که اون چیزی که ما به عنوان سکن پولمونری لوبول میشناسیم دیوارهاش تیک شده و در حقیقت اون اینترلوبولار سپتال تیکنینگ که اون خطای کرلی ای و کرلی بی و ما میسازه همونطور که می مینور فی... اینجا فیشر میجرشه یا اوبلیک فیشر هم میبینیم تیک شده اگه اینا نودولار نباشه بهترین تشخیص افتراقی که براش داریم باز همون ادم ریه است وقتی میایم سنترالش رو نگاه میکنیم دیواره برونکوس هامون رو میبینیم میبینیم دیواره برونکوس هامون هم باز نان نودولار اسموث تیکنینگ دارن که در ساینش رو بهش میگیم پری برونکیال کافینگ و یه ساین دیگه ادم ریه است تو این تصویر علاوه بر پری برونکیال تیکنینگ قابل توجه یا همون پریبرونکیال کافینگ ببینیم یه کدورت گراوند هم اضافه شده به زمینمون یه کدورت گراوند که بیشتر سمت سنتراله دو طرف داریم میبینیم دقیقت پری هیلار هیز یا هیزینس داریم باز اضافه شده که همون ما رو ما بیام توی گرافی ببینیم میبینیم کدورت های گرانگلاس گلاس پری هیلار که اون نمای معروف بتوینگه اینجا کم عروقمون محو شده یعنی وقتی آلوئولا اون بیشتر پر میشن یعنی ادم از اینترستیشیال با آلوئولار میان شما عروقا هم محو در میبینید و در حقیقت کدورت گرانگلاس تا یه حدی حدود عروق محو میکنه ولی هنوز ما میتونیم عروقو از دقیقت داخل اون ببینیمش باز همین نمای کیس قبلی رو میایم وقتی سیتیش رو میبینیم میبینیم کدورت های گراند گلاس و سنترال ببینید توی بیماری کووید بیشتر دوست داریم پریفر رو ببینیم البته خب من قبول دارم وقتی که دیفیوزتر میشه تا یه حدی نزدیک به این کیس ممکنه گاهی اشتباه بشه ولی اگه دیدیم بالک مو سنتراله اون وقت میریم می یه تشخیصای مثل ادمریه و البته خب تو ذهنمون هم هست که مثلا پی سی هم تو مریض نقص ایمنی میتونه این نما رو بده و باز از خلالش کامل عروق رو میبینیم اینا در حقیقت ادمای ارتوستاتیک هستن ادمی که دقیقت افزایش لیک پلاسما به پارانشیمون میتونه به ما نشون بده باز میریم توی تصویر بعدی میبینیم که اون گرون کمکم کم کم داره یه سری اینتر و بیشتر اینترالوبولار سپتالتیکنی یه سری خطوط سفیدتر روش سوار میشه که خب به این نما میگیم کریزی پیوینگ انگار اون گراند گلاسمون رو جدول بندی میکنه بهش میگیم کریزی پیوینگ باز ببینید سنترال درسته ما این یافته تو کوویدم هست ولی اون پریفرال البته تو آنفولانزا میتونه سنترال باشه و واقعا توی ایمیج گاهی تشخیصش غیر ممکنه و همون تشخیص افتراقی دیگه که بهتون گفتم ولی خب پس ادمه میتونه کم کم پررنگتر بشه آلوالا پرتر بشن و کم کم بره به سمت کانسولیدیشن و خب توی این تصویر ما داریم ایربرونکوگرام رو هم از خلال کانسولیدیشنمون میبینیم این یه بیماری بوده جهت نفرکتومی اتاق عمل بوده مدت ها روی سمت چپ خوابیده میخوام اینو نشون بدم که لزوما شما توی ادم دنبال یه نمای بایلترال نباشین نه اینکه حتما بد سیمتریک گرچه اغلب اگه دلیلی نداشته باشیم براش توقعمون بد سیمتریکه اما خب یه مریضی که مدت ها روی دست خوابیده میتونه ادم یک طرفه داشته باشه <تص> این یه بیمار دیگهمونه، بیماریه که بعد از ام اومده در حقیقت پاپیلاری ماسل دریشه میترالش رابچر شده و یه میترال ریگورجیتیشن قابل توجه داره کلا تو مریضای کرونیک میترال ریگورجیتیشن هم این ما رو ما داریم یعنی RUL توی RUL شما کدورت گلاس و ادم واضح رو میتونین دیتکت بکنین این یه بیمار دیگه است گرافیشی که نگاه میکنیم در حقیقت می بینیم که ریه راستش تقریبا نمای نرمال داره همون نمایی که همیشه می بینیم ریه چپش هایپرلوسنتره کلا من همینجا بگم که پاتولوژی واقعا دنستر و آدم راحتتر همیشه دیتک میکنه لوسنسی دیتکشنش این که بگی این لوسنسیه به خصوص توی گرافی سختره اما خب به هر حال داریم میبینیم یه ریه لوسنتره هیلوم دو طرف رو که مقایسه میکنیم میبینیم این طرف عروقی با سایز سمت راست رو نمیبینیم پس عروقش کوچیک شده ریش لوسنتره و حجم ریش هم کمتره درسته ما همیشه ریه چپ و یکم کم حجمتر میبینیم ولی این بیش از اونی که فکر میکنیم کاهش حجم داره خب بهترین تشخیص برای مریض سویر جیمزه یعنی یه آسیب این قدیمی داشته حالا اصولا وایرال میدونیم بیشتر از ویروس به هر حال الان با ایر ترپینگ و کاهش حجم ریه طرفیم همین مریض اگه دچار ادم بشه سمت نورمالش بیشتر و دیفیوز سفید میشه و اون سمت سویر جیمز به خاطر اینترپمنت هوا اونطوری ادمو نشون نمیده باز یکی از دلایل دیگه که میتونه باعث ادم یک طرفه بشه مورد بعد تو ادامه ادم همیشه توی آیسیو به خصوص تو بیماران کووید تشخیص افتراقی ادم خب خیلی موقع باید حواسمون به ARDS باش ARDS خب از قدیم میدونستین دلایل متعدد داره و تو صدرش همیشه وایرالا بود و از جمله AIP AIP هم یکی از دلایل عمدش گرچه میگن ایدیوپاتیک ولی واقعا یه وا... اغلب وایروسیه که دیتک نمیشه و البته علل دیگه مثل آسپیریشن مثل سایر و افونت ها مثل تیبی اینا رو هم براش میشناسیم و البته اینا اینسالت های خود ریه است و ممکنه دلایل سیستمیکی مثل سپتیک شاک تاکسیک شاک در حقیقت آنافیلاکسی دی آی سی و چیزهایی که از قبل میدونستینم باعث ARDS بشن اتفاقی که تو تقریبا دوازده ساعت اول حالا یه رنجی داره ولی میانگین توی دوازده ساعت اول میفته این که شما چست ایکس بیمار با اینکه بیمار فوق علائم داره وقتی چستش رو میبینین چستش نرمال تو این فاز چه اتفاقی افتاده اندوتلیوم آسیب دیده یه لیکیج در حقیقت مایه از دیواره اندوتلیوم داریم ولی بیشتر از اون اتفاقی نیافتاده. یه لیکیج مای دیواره اندوتلیوم شروع آردیس بیمار علامت دار اما گرافیش نرمال به مرور که جلوتر میریم بلا فاصله بعد از 12 تا 24 ساعت شروع میکنه یه همون شواهد شبیه ادمو ما توی بیمار میبینیم اینجا چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت اینجا لاینینگ اولم آسیب میبینه و اون چیزی که از رگ ریخته بود بیرون از آل اولم رد میشه آل اول نکروز پیدا کرده حالا هم مایه هم خون اینا شروع میکنن ریختن داخل آل اول و اون کم کم اون نمای ادماتو رو به ما برای ما تقلید میکنه و خب اگه سیتی بگیریم میبینیم کدورت های پچی گرونگلست یه جای کانسولیدیشن منتشر توی ریه میبینیم این نما اسپسیفیک به هیچ عنوان برای ARDS نیست اما تیپیکه یعنی بهتون یعنی میتونه باشه یا نه میگیم بله میتونه باشه میگیم فقط ARDS نه این نما رو ما خیلی اگه ببینیم مریض با یه سابقه مزمن بیاد بلا فاصله میگیم نکنه کرونیک HP باشه نکنه ارگانایزینگ نومونیا باشه ولی خب ARDS هم دقیقا همین نما رو میده که آل بالایی که آسیب دیدن consolidation جایدی گرانگلاس و همینطور یه جاهایی هم داریم حالا میبینیم ARDS توی تیفش و توی سیرش یه جاهایی دچار ارگونایزین نومونیا و ایرتراپینگ میشه توش اینترا دقیقا لیژنال برونکی هم نسبتا شایه البته اینو اغلب ریورسیبل. مگه اینکه مریض دچار فیبروز بشه و خب این اتفاق همونطور که میبینید میتونه خیلی سریع جلو بره و مریض مجبور شدن ونتیلش بکنن تیوب اندوتراکیالش رو میبینین و این پیشرفت اغلب تا یک هفته دیگه نهایت ده روزه توی کووید از شروع علائم سیرش میگن پیکش در روز ولی کلا ای و دی از شروع علائم ای دی تا پیک مستقیما با اون جمله قبلیم در ارتباط نیست حدودا هفت روزه میتونه خیلی وسیع ریه رو درگیر بکنه کیسمونه که خب الان که من دارم اینو الان بستریه ببینید در حقیقت توی ای یکی از چیزهای دیگه که به ما کمک میکنه دیپندنسی در حقیقت گراویدیتی دیپندنسی کدورت هر هرشی از جلو و عقب میریم کدورت هامون پر میشن ما این اتفاق و خفیفش نرمالی هم داریم ولی این توی ARDS نسبت به ادمریه بارستره ادمریه هم درسته پریهیلار و یکم تحتانی ها بیشتر بودن و یکم دیپنده ولی این اتفاق میریم توی ARDS خیلی این تیف تمایز رنگ بارستره خب البته این مریضی بوده که تحت ونتیلیشن و میبینین براش نومدیاستیمون نومو، نوموتراکس هم ایجاد شده و خب اصولا این طوریه که من برگردم این فازی که کووید شروع میکنه در حقیقت بعد از اینکه خون ویختوال بولا اگزودام میریزه اونجا شروع میکنه ارگانایز شدن اگزودامون دیواره آلو اولا توش فیبرو بلاس میاد میخواد ترمیمش بکنه ولی باعث تیکنینگش میشه و این اتفاقیه که اگه بعدا ریورس بکنه خب کم کم مریض بهبود پیدا میکنه ولی اگه اون تیکنینگ در حقیقت پریلوبولا رو جدار آلبولا باقی بمونه هرچند هم ریزولف بشه میتونه برا ما یه فیبروز به جا بگذاره و جالبه که توی مریضای ARDS فیبروز اغلب همونطور که میبینیم تو اون دیپندنت های درگیر ایجاد نمیشه بلکه قدام و به خاطر در حقیقت توکسیسیتی اکسیژن ایجاد میشه توی ای مون که در حقیقت خود کووید هم یکی از عوامل ای آی اینجا هنوز ما خیلی گراویدیتی دیپندنسی نداریم پس مریض ARDS نیست کدورت های گرانگلاس پراکنده داره یه جاهای ریه به نظر نرمال بیاد ولی همیشه اتفاقا باید از اونجا شاید بیشتر ترسید شاید اونجا میکرو هستند هستن که رگا رو بستن دیگه رگ نمیتونه از توش مایه و خون بریزه بیرون توی آل, آل, و, آل و اون نواهی رو سفید بکنه توی سیر افودت های وایرالمون به از جمله کووید ما میتونیم تغییرات ارگانایزینگ نومونیا یعنی وقتی که اون در حقیقت اگزودایی که ریخته داخل آلبالا شروع میکنه ارگانایز شدن دیواره شروع میکنه دیواره آلبئولا حالا البته توی سطح میکروسکوپی شروع میکنه تیک شدن توش فیبروبلاست میاد ما این سیر در حقیقت پیشرفت به سمت ارگانایزی نومونیا رو داریم گرچه ممکن ارگانایزی نومونیا اصولا به هر دلیل دیگه و اصولا سکینری به بسیاری از دلایلیه اما توی ای پی و از جمله توی کووید هم دیده میشه و اصولا این فازه که کورتون براش مناسبه و خب ای ارگانایزی همونطور که گفتم اگزودا رو در حقیقت ریزولد بکنه ولی دیواره رو نتونه اون پریلو بولار تیکنینگ و فیبرو بلاست پوزیشن رو بعدا ریزولد بکنه این کم کم میتونه به سمت فیبروس پیش بره پس من چند تا نکته افتراق چون واقعا توی ایمیج ممکنه به هم به هر صورت شبیه باشن و ما نتونیم افتراق بدیم ARDS و ایده. ARDS تو 24 ساعت اول با وجود علائم ایمیجینگمون یافته زیادی نداره تغییراتش کنده ادم سریع ایجاد میشه سریع هم باید درمان خوب برطرف میشه ایر برونکوگرام گرشه توی ادم هم دیده میشه ولی بیشتر به نفع ARDS کرلیا معمولا مال ادم هم. توی ARDS کمتر دیده میشن و توی ARDS ما خیلی توقع پلورال فیوژن نداریم جز اینکه همراهی داشته باشه با چیزهای دیگه همونطور که توی کووید هم همین داستانه نهایت یه تریس به ذات پلورال فیوژن داره مگه اینکه خب یه اتفاقات دیگه مثل افونت مثل داستانهای دیگه هم کنارش بشین از ARDS یکم فاصله میگیریم توی بحث ادممون در حقیقت ادممون گاهی ممکنه به خاطر کاپیلاری فیلینگ و در حقیقت آسیب جدار کاپیلرا باشه و از اونجا شروع بکنه در حقیقت پرمابیلیتی افزایش پیدا بکنه کاپیلری پرمابیلیتیمون زیاد بشه و این دفعه دیگه با فشار ارتوستاتیک نیست اونقدر پلاسما مثلا به خاطر هارت فیلرمون پرفشار نیست بلکه به خاطر مشکلات توی دیوار است همطور که میبینین این مریض سایز قلبش خوبه اما همون نمای ادمو تقریبا داره البته ترکیب یکم اینترستیشیال آلوولار هر دو نما رو ترکیب داره این به خاطر توکسیسیتی بلومایسین بوده این بیمار بازی خانم بعد از پست لیبر یه خانم پست لیبر بعد از پرگنانسیش میبینید که کدورت‌های در حقیقت پریبرونکیال بیشتر سنترال آل و اولار داره ادم سنترال داره خب البته درسته که اینو به ما نشون بدن الان همه میترسیم کوویدو میذاریم ولی واقعا زیادم توش نباید اوور دیاگنوز بکنیم یا حداقل اون تشخیص های شایعمون رو نگه داریم و بعد اونو رد بکنیم و خب چیزی که داره پلورال افیوژن قابل توجه دو طرفه داره که باز بیشتر به نفع ادمه کیس دیگه باز یه دراگ توکسیسیتیه توی کشور ما خب هروئین خیلی شایع این کارو میکنه که در حقیقت ترک باز ما یه ادم میبینیم در ترکی ترکیب ادم آلوولا رو اینترستیشیال باز بیشتر سنترال دیفیوز قبول دارم که 100 صد درصد نمیشه کوویدو رد کرد ولی واقعا کوویدو دوست داریم پریفرال ببینیم گرچه ممکنه ساب پلورال اسپرینگ داشته باشه ولی ذاتش پریفرال تر شروع میشه و اونقدر با دقیقه کدورت هامون توی سنترال توی چشم و برجسته نیستن و باز توی همین دقیقه پرماویتی لیکیج ما میتونیم از جمله آسیب تروماتیک و اون اثرات سمپاتیکی که داره تروما به برین و اثرات سمپاتیکیش باعث این مدل ادم بشن باز از اونجا خارج میشیم از پرمابلیتی های مریضی رو میبینیم که در حقیقت گرافیش رو که داریم میبینیم یه نمای منیسکوید ساین داره در حقیقت به نفع پلورال افیوژن سمت راست و بعد میرن برای مریض همونطور که میبینیم چستیو براش تعبیه میکنن اما نکته ای که داره قسمت تحتانی ریش بعد از طبیعه کستیو دوچار کدورت و ادم میشه دقیقت این هم یه ای دسته از همون پرمابیلیتی هاست دقیقت بهش میگیم ریپرفیوژن ادما خودتون بهتر از من میدونید وقتی سریع شروع کنین به تخلیه میتونه این اتفاق برای ریه بیفته اغلبش دوچار علامت نمیشن باز همون بیماره که میبینیم قسمت های تحتانی ریش ندولای های سینشی لوبولار داره که یه جای کانفلوئنت شدن و تقریبا به سمت حال جای گلاس جای به سمت کانسولیدیشن رفتن اون اده ارز کردم خدمتون که خب خیلی موارد ممکن علامت خاصی نده ولی تو بعضی موارد هم بیمار از اون وقتی که مراجعه کرده شرایطش بدتر میشه یا این بیمار همونطور که میبینین دقیق ایج لانگ یه خط واضح میبینیم مدیال به اون عروق و پارانشیم ریه رو میبینیم و لترال به اون فقط لوسنسیه آنفیزم زیر جلدی هم داره پوستروماتیک دچار نوموتوراکس شده و وقتی براش چستیوب تعبیه کردن این ریه یه دفعه دچار ریپرفیوژن ادمای قابل توجه شده به توی پلورال افیوژن توصیه به اینه که آروم آروم اونو تخلیه این یک گرافی در حقیقت پورتابل توی گرافی های پورتاب گاهی در حقیقت مسیر اشعه ممکنه یه اینکریز دنسیتی داشته باشیم این لزوما به معنای ادمریه نیست اینو تو ذهنتون داشته باشیم وقتی این همه چی خوبه گاهی میتونیم بیایم فت اطراف حالا این کیس کم کات کردیم ولی ای فت اطراف رو ببینید شاید بفهمین که این طرف کلا همه چیش دیفیوزلی دنس در از اون طرفه این تکنیک اشعه است ولی خب همون بیمار <مشان> چند ساعت بعد یه دفعه دقیق مریضی بوده بستری بوده تو آیسیو سی سطح هوشیاری و یه دفعه دچار مشکلات تنفسی و مشکلات اوتو سچوریشن میشه که وقتی میان ازش گرافی پورتاب میگیرن میبینن بی می می یه کدورت محدود به فیشر توی آر و همچنین کدورت توی نواهی LLLش داره کدورت که به این صورت ظرف چند ساعت این همه وسیع میشه خب دیگه نمیشه به نمونی فکر نمونی باکتریال یا اینفکشنز و یکی از دلایلی که میتونه این کار به صورت فوکال بکنه در آسپیریشن نمونی که خب بسته به این داره مریض چجوری خوابیده درسته که ما میگیم آسپیریشن توی خوابیده مثلا سگمان های فوقانی RLL ولی در این حال RUL هم دوست داره بسته ای داره که پوزیشن بیمار چطور باشه تو ایستاده خب به سمت پایین ها رو بیشتر دوست داره تو خوابیده بیشتر نواهی سنترال رو دوست داره و گاهی هم یکم به سمت فوقانی ولی واقعا نمیشه 100 درصد قانون برای آسپیریشن نومونیا گذاشت و خب همین مریض رو در حقیقت سیتیش رو میدیم که های هست یه جاهای کانسولیده شده اگه اینا, اینا مثل مریض در حقیقت اینفکشن تب میکنن تنگ نفس دارن پس روی علائم اولیه نمیشه ولی خب خودتون بهتر است من میدونین که اگه اینا ادامه پیدا کنه یه بعد از 48 ساعت اون موقع باید به اضافه شدن نومونی باکتریال فکر کنیم به خصوص اگه همراه آسپیریشن نومونیا پلورال افیوژن و به خصوص پلورال افیوژن لوکوله دیدیم یه دید خیلی احتمال این که انفکشن رو سوار شده باشه برای ما مطرح خب توی مریضای ای آی پی اون که آی او بسترین به خاطر فشارهای مثبتی که میگیرن حالا چه این آی بی چه ونتیلیشن خب ونتیلیشن بیشتر هم هست اینا میتونن یه سری در حقیقت آلبوآلامو دوچار رابچر بشه و اینترستیشیال امفیزما توی ریهشون پیدا بکنن و این انفیزم اینترستیشیال خب میتونه هم بره به سمت لاترال و با نوموتراکس خودشون نشون بده و هم بیاد به سمت مدیال و باعث نیومدیاستینوم بشه این کیس خب از اون عکساست که اصولاً شما با این عکس طرفین میبینیم که یه خط لوسن کنار قلبش میاد اصولا اگه این لوسنسیمون تا روت عروغ بود بیشتر فکر میکنیم نکنه نمو پریکارد باشه ولی وقتی این نمای ریش ریش و میاد بالاتر توی گردن اون موقع بیشتر به نمو مدیاستینوم فکر میکنیم و بعد وقتی بیشتر دقت میکنیم این در حقیقت آی لاینشه که داخل اس وی سی شه و میبینیم باز اینجا هم لوسنسی هوا رو داره و وقتی میریم لترالتر میبینیم بیمار دچار نوموتوراکس هم شده این سمتش با وجود این همه نوموتوراکس ریت کلابه خیلی نشده در کلابس زیادی نداره چون که یه کانسولیدیشن قابل توجهی از قبل داشته و بعد آنفیزم وسیع ذریره جلدیش هم و قابل توجه و ملاحظه است و البته ممکنه ما وقتی که در حقیقت ونتیلیشن اون اون اندوتراکیال تیوب اون بیاد دیواره برونکوس رو رابچر بکنه و باعث نومدیاستن وسیع و این قیافه فوق العاده وحشتناک به این تراکس چه حجمی داره و در حقیقت بونی و سافتیشوش چقدر زیاد آمفیزم وسیع زیر جلدی و برای مریض درست بکنه و همچنین هوا ممکنه وارد شکم بشه چه اینتروپریتونال چه رتروپریتونال بیشتر رتروپریتونال ولی ممکنه هم اینتروپریتونال بیاد و برای مریض دقیقا نوپریتوان درست بکنه در مورد تیوبالاینا من چند تا نکته کوتاه بگم خب شما خیلی از من مسلط ترین که در حقیقت اندوترا این انجی بیماره این انجی بیماره که داره به سمت پایین میره اندوتراکیالمون تیوب اون تا اینجاست اندوتراکیال تیوب اون بعد فاصلهش تا کارینا بیش حدود 4 تا 7 سانتیمتر باشه باید بیش از 4 سانتیمتر باشه تو وضعیت نوتر اگه مریض فلکس بود یعنی چونش رو مقابل مهره های تحتانی گردن دیدین اون موقع تا دو سانت فاصله رو هم قبول بکنید زیر دو سانت به هیچ عنوان قابل قبول تا کارینا نیست یعنی وقتی تا کارینا سایز میزنید حتما باید فاصله همون بیش از دو سانت اگه فلکس باشه اگه نوش باشه چهار تا هفت سانت و حتی اگه اکستن باشه بیشتر از هفت سانت باید فاصله داشته باشه چون تو فل... فلکشن اکستنشن این جابجا میشه تیوب اندوتراکیالمون و خب این بیمار رو میبینیم که در حالی که چونش و پایین رو پایین آورده ما باید این تیوبمون حداقل دو سانتی متر فاصله میداشت تا کارینا و کامل اومده پایین و پایین ما باید ریپورت بکنیم پایین تر از حد معموله و جاش باید اصلاح بشه خب این بیمار دیگه کامل رفته توی همونطور که میبینید اینجا تراشه اینجا برونکوس چپ برونکوس راست دارین لوسنسیشو میبینید تیو کاملا رفته داخل برونکوس راست و باعث کلاپس ریه چپ بیمار شده که هوا واردش نمیشه از اون طرف نکته دیگه هم که داریم ببینیم اینجا سر کلابی اینجا این دو تراک خیلی بالاتر از حد معموله این برجستگی هوا ماده سینوس های پیریفورمه پس تقریبا این دو تراک تیپش تو سطح گلوته و در حقیقت بالونش رو بالاتر حدودای سینوس پیریفورم باد کردن که این خودش باعث تخریب و نکروز در حقیقت لارنگس خلا بسته به جایش ممکنه های ساب گلوتیک گلوتیک و حتی آسیب های سپرا گلوتیک بشه و بالا بودن اندوتراکیال تیوب هم خطرات خودشو داره این کیس رو وقتی دقیق تر میبینیم میبینیم اندوتراکیال تیوبی که براش تعبیه شده موازی سایه تراشه است و داخل تراشه نیست و وقتی دقت میکنیم میبینیم این پر هوایی کاملا توبولار میاد پایین پس قاعدتا این هوایی که داره برای مریض ونتیله میشه داره میره توی مری و یه معده و روده پر هوا و در این حال یه لوسنسی ساب هم داریم میبینیم در یه نوپریتوان هم برای بیمار ایجاد کرده پس کاملا اندوتراکیال تیوبش به جای اینکه داخل تراشه تعبیه شده باشه به اشتباه داخل مری اینسرت شده این مریض خب مشاهده میکنین میخواستن براش سی بی لاین بذارن حالا یا ترانس جوگولار یا از طریق شریان از طریق ورید ساب کلابیان بیمار دچار یه هماتومه وسیع شده تو موقع طبیعه و وقتی گرافیو میگیرن میبینن که یه سافتیشوی قابل توجه با حاشیه رون نشونگر هماتوم دیده میشه در این حال بیمار دچار نوموتوراکس قابل توجه شده همونطور که میبینین این نوموتوراکس باعث شیفت قلب به سمت مقابل شده و قلب فوق العاده در حقیقت سایش باریک شده که نشونه تنشن نوموتوراکسه و نکته این بوده که این بیمار بعد یه مدت کوتاه اکسپایر شده باز یک کیس دیگه که براش سی وی لاین تربیه کردن میبینید بعد از تربیه سی لاین گرافیو که گرفتن یه وایدنین یه قابل توجه مدیاستن در تقریبا معاذات سایه SVC میبینن و وقتی میان بیمار رو سیتی میکنن میبینن که SVC داخلش کنتراسته ولی سی خارج وارد مدیاستن شده و یه هماتوم قابل توجه یه سافتیشو تیکنین یه قابل توجه اطراف تیپ در حقیقت لاینمون ایجاد شده یا این بیمار بعد از اینکه براش لاین تعبیه کردن به جای اینکه مسیر بی لاین بیاد به سمت مدیال وارد SVC بشه همینطوری رها به سمت لترال رفته و بعد از اینکه برای مریض مایه گذاشتن میبینیم یه مایه قابل توجه فلورال فیوژن قابل توجه دقیقت این سرشن درن داخل فضای پلور برای بیمار ایجاد شده کلا درنای سنترالی که گذاشته میشه تقریبا 5 سانتی متر دیستال درنمون به خصوص وقتی مثلا شالدون اینا میذاریم واقعا ازش مبادلات مایی و اینا هم ساید هول داره هم درنا تو جای مختلف تیپشون تموم میشه یعنی ما باید بدونیم تا 5 سانتی متر آخر خروج مایع داریم برای همین درنامون حداقل باید تا سطح قوس آزیگوس پایین بیان و توی ذهنمون هم باشه که وقتی که داریم در حقیقت برونکوس اینترمدیوس رو میبینیم جایی که کاوو اتریال جانکشن ماست و باید تیپ درنمون خیلی موقع حتی نیاز تا اونجا پایین بیاد اگه تیپ درنمون خیلی بالا باشه و اون 5 سانت, سانت کاملا زیر در آخرین والوای اس وی سی دیستال رو ساب و از اینجا به بعد باید 5 سانتی متر تر باشه به بالاتره و میتونه برای بیمار دچار مشکل از جمله ترومبوز ایجاد بکنه و البته اگه داخل دهلیزم بذاریم ممکنه باعث آریتمیا و مشکلات خودش بشه خب این درن رو میبینیم تبیه شده جاش نسبتاً بد نیست ولی اینجا اصلا برامون قابل قبول نیست مسیری که نگاه میکنیم میبینیم تیپ درن دقیقا داخل قلب نیومده توی اسویسی هم نیست پیش خورده پس قاعدتاً فکر میکنیم که داخل وریده آزیگوست و آزیگوست و آزیگوس آرچ شده این درهنی ای که برای بیمار گذاشتن به جای اینکه بیاد از SVC بیاد پایین میبینیم سمت چپ اومده پایین که ممکنه یا داخل سوپریور اینترکوستال وین بشه یا گاهی اگه واقعا مریض پرزیستن لف SVC داشته باشه داخل اون میاد پایین و همونطور که بهتر از ما میدونین پایین میتونه وارد کورونری سینوس بشه پرزیستن لف اسویسی ولی خب این میتونم همون در حقیقت سوپریور اینترکوستال وین باشه خب یه نکته دیگه اغلب خب این اتفاق همزمان نمیگذارن ولی برای اینکه جای درنا رو توی ذهنتون داشته باشین کلاویکل رو میبینید ورید جوگولار همیشه تو سطح و پایین تر از کلاویکله ولی در ورید ساب کلاویان همیشه تو سطح کلاویکل و پایین تر از کلاویکله ولی شریان ساب کلاویان اغلب بالاتر از کلاویکله و اگه دیدین درنتون بالاتر از سطح کلاویکله به خصوص میبینین یک هم سمت, سمت مدیال و سمت قوس رفته در حالی که درنی که وارد وریدش گذاشتن میاد به سمت SVC از این, این میتونه به شما کمک کنه البته جت فلو, فلان خب اون راحت تره ولی درنتون رو باز متوجه میشین که داخل شریان و یا داخل ورید گذاشتین و خب این درنی که برای بیمار گذاشتن و بعد میبینیم داخل شریان پولمونر وارد شریان پولمونر چپ شده و تا شاخه بیزال امتداد رفته دقیقت یه اسکیپ شده درنه رها شده به خصوص درنای وریدی که گذاشته میشه با توجه به فلوی رو به سمت قلب احتمال اینکه این موضوع نماشین اسکیپ بشه خیلی زیاده در مورد لیدهای کاردیاک خیلی الان نمیخوام اینجا بارش بشم خیلی ساده فقط شاید ترین لیده, های... لیده که کار گذاشته میشه یا داخل در حقیقت رایت ایتریوم دو اپندیج رایت ایتریوم و یا میرن به سمت اپکس رایت ونتریکل و وقتی که میبینیم این تیکنینگ و دیستالش میبینیم اینا اغلب این کاردیاکلید میتونیم کلا بگیم ولی خب اینایی که تیکنینگ دیستال دارن به عنوان دفیبریلیتوران اون دسته دفیبریلیتوران از این کاردیاکلیدایی که تعبیه شده اون خود پیس رو هم میتونیم ببینیم که روی دیوار تراکس کار گذاشته شده و خب این کیس رو وقت دقیق نگاه میکنیم انجی تیوبه که برای بیمار تربیه شده و انجی به جایی که بیاد پایین بره توی معده خب مسیری که میمیم داخل تراشه و داخل برونکوس سمت چپ شده پس حواسمون به درنامون باشه در کل ای بخوام جمع بکنم الان شما در مجموع با ادم رید اون کدورت پریهیلار خطوط کرلی کرلی بی پریفرال کرلی ای سنترال آشنا شدین دیدین میتونه میکس باشه دیدین که میتونه یه طرفه باشه با دلایل یه طرفه بودنش آشنا شدین علل مختلف ادمو از ارتوستاتیک از افزش پرم، پرمابیلیتی باهاش روبرو شدیم ARDS رو دیدیم تمایزاش رو از ادم چک کردیم با هم پیشرفتش و پس پسرفتش اینکه تا فیبروز میتونه بره تا کی جلو میره تا کی برمیگرده همچنین آسپیریشن نومونیا توجه به اینکه کی باید به اضافه شدن اینفکشن روی اون فکر بکنیم و دست آخرم تیوبا و لاینا و مکانهای مناسب اون رو با هم مرور کردیم خیلی ممنون از توجه شما